سپر امنیتی، مرزی فرضی و از هم گسیختگی یک خانواده. این جوان برای پیوستن به دیگر اعضای خانوادهش که موفق به عبور از موانع شدند، عاجزانه التماس می کند. My family went there. What are you doing? I just want to give my family here. You can go with me. You can go with me. این گوشه ای از وضعیت روحی و روانی پناهجویانی است که به دنبال مأمنی امنند. 200,000 نفر، آماری که سازمان‌های زیرب در امور پناهجویان اروپا در رابطه با تعداد کسانی ارائه کرده‌اند که خطر امواج اژه را بر توپ و خمپاره جنگ ترجیح داده و با هدف رسیدن به مدینه فاضله ذهنشان یا همان اروپا دل را به دریا زدند. ترکیه مبدع اصلی همه این پناهجویان پس از فرار از سرزمین خود و کوچ به اروپا است. این کشور که دیگر امکان مدیریت سیل عظیم پناهجویان منطقه را ندارد، راه را برای خروج آنها به مقصد اروپا باز گذاشته است. علاوه بر خیل عظیم انسانی که به قیمت رهایی از شرایط جنگ همه خطرها را به جان خریده‌اند، کسان دیگری نیز هستند که از انتظار طولانی بررسی پرونده‌هایشان از طرف کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه طاقتشان تاق شده و کاسه صبرشان لبریز. از افغانستان حرکت کردیم، حدوداً 5 ماه که تورای ترکیه زیاد موندیم. خانم حامله 6 ماه الا 7 ماه دیگه به لکه‌بینی افتاد، الان به مشکل خوردیم. دیگه میگم میبریم بیمارستان ببینیم چی شده. سخت‌ترین مسیری که اومدیم دیگه ایران ترکیه بود و قصد داریم هم آلمان بریم. سوری‌ها، عراقی‌ها، افغانی‌ها و حتی ایرانی‌ها. علی اصغر فریدی روزنامه‌نگار ایرانی در میان پناهجویانی است که به همراه خانواده خود مسیر پرخطر را تا جمهوری چک طی کردند، اما از ادامه مسیر باز ماندند. من 3 سال ترکیه بودم، 1 سال به عنوان پناهنده پذیرفته شدم توی UNHCR ترکیه، ولی هیچ جواب قطعی در رابطه با کشور بهمون ندادن. به همین دلیل مجبور شدیم که از این فرصتی که پیش اومده استفاده کنیم. یعنی راه باز شده، در واقع ترکیه راه باز کرده. یه مقدار شاید خطرناک باشه که هستش، ولی بقیه راه ها تقریبا تا میرسی به مجارستان مشکل آنچنانی نداره. شاید کمی شلوغ باشه ولی میشه اومد. مهم اینه که اینا رو به یه جایی برسونم. یعنی برای من دیگه مهم نیستش که کجا برم کجا نه، مهم اینه که من روزنامه نگارم. من تو ترکیه کار کردم، دارم کار میکنم. ترکیه جای امنی برای روزنامه نگاران نیست. ترکیه خودش بزرگترین زندان روزنامه نگارانه، خودتون که بهتر میدونین. برای سایت ها و رادیوهای فارسی زبانی که مینوشتم، یعنی چیزی رو که مینوشتم اون چیزی نبود که باید بیان میگرم، ولی از ترس همون گونه که تو ایران بعضی روزنامه نگاران ما مجبورن که خود سانسوری کنن، تو ترکیه هم به همین منواله هیچ فرقی نمیکنه. الان مهم نیست که کجا میریم، مهم اینه که لااقل از این وضعیت نجات پیدا کنیم، این بچه ها رو به یه منطقه، به یه قطع زمین امنی تو این کره خاکی برسونیم. هیچ چیز دیگه نمیخوایم. تلاش پناهجویان در یافتن جایی برای زندگی، مقامات کشورهای اروپایی را به تکاپو برای یافتن راهی جهت برون رفت از این بحران انسانی کرده است. به گفته یونیسف، کودکان آسیب پذیرترین پناهجویانند. کودکانی که تجربه کوچ و مفهوم بی سرزمینی را همواره با خود خواهند داشت. پناهجویان در آرزوی یافتن میزبانی خوب و میزبانان عاجز از پذیرش سیل عظیم میهمانان ناخوانده. کشمکش بر سر منافع جریانهای سیاسی، جنگ، وضعیت ناهمگون اقتصادی و دست آخر آوارگی انسانها. داستانی که گویی ناتمام است. شپول عباسی، صدای آمریکا.